از ابتدای آغاز سفرهای نوروزی روزانه بیش از 1,500,000 تردد در راه‌های استان اصفهان اتفاق افتاده که رشد 6% رو نسبت به مدت مشابه سال قبل نشون میده. کجا داریم میایم؟ از عزومیه. ما اصفهان داریم میریم سمت بروجه. میریم شیراز ان شاء الله. میریم ان شاء الله یا شیراز یا اهواز. الله سلامت. تصمیم نگرفتی؟ نه. بعد از خانومتون بپرسم. خانم کجا میری؟ ما شیراز. ببین خانوما میدونن کجا. چطور بود رانندگیشون تا الان؟ عالی بود. تون که نمی رفتن؟ نه نه اصلا اجازه نمیدم تون برن. داریم میریم شیراز. بابا تون میرفت یا نه تو جاد؟ یکم تون میریم. ما از بوشهر رفتیم مشهد، رفتیم ساری، الان داریم برمیگردیم بوشهر. خیلی با حوصله هم بچه ها، هرچی هم شلوغ میکردن ایشون همچنان با حوصله و صبور رانندگی کردن. یک تا 20 اگه بخواین یه نمره به رانندگیشون بدین چند میدین؟ سلام 20 که نمیدم ولی 19 رو میدم. بیشترین تردد در محورهای اصفهان به سمت شهرزا و شیراز، اصفهان به سمت شهر کرد و تهران به اصفهان و به سمت ناین در تردد شماره ثبت شده. در بعضی از محورها بارش برف حتی داشتیم. تقاضام اینه که رانندگان عزیز رعایت کنند اصول ایمنی را. پلیس راه هم به رانندگان توصیه کرده ضمن رعایت قوانین راهنمایی رانندگی بعد از هر 2 ساعت رانندگی 15 دقیقه استراحت کنند. تا این لحظه که ما خدمت شما هستیم 10 نفر از هموطنان ما در راه‌های بیرون شهری استان جان خودشون را از دست دادن و این عدد حدود 5% نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته. در تصادفات جرحی هم ما چیزی حدود 70% افزایش تعداد مجروحین رو داریم. تمام راه‌های استان اصفهان تحت پوشش دوربین قرار داره، علاوه بر اینکه همکاران ما هم همه راه‌های استان رو به صورت محسوس و نامحسوس تحت نظارت خودشون قرار میدن در این ایام. حد اکثر سرعت 110 کیلومتر. ضمن اینکه امسال در طرح نوروزی هم 10 کیلومتر ما کاهش سرعت در کل محورها را داریم. متاسفانه شما از کمربند ایمنی استفاده نکردید. علتش چی بوده؟ والله حواسم نبوده. افرادی که در تصادفات متاسفانه جان خودشون از دست میدن یا مجروح میشن به علت عدم استفاده از کمربند ایمنی هستن. ما همونجوری که ما گشت میزنیم ملاحظه کردیم که جناب عالی کمربند بستی ولی متاسفانه سرنشین از کمربند استفاده نکرده بود. شما باید حواستون به راننده باشه، نه راننده حواسشون به شما. 100%. از ابتدای طرح نوروزی پلیس راه استان 320 خودرو به علت تخلفات حادثه ساز توقیف شدند. امید فرشیدزاد، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.